سلام، روز شبتون بخیر. به ویدیوی دیگه با مریم خوش اومدید. آموزش فرانسه به فارسی. اگه تازه با این کانال آشنا شدید، اگه سابسکرایب بفرمایید، بقیه ویدیوهایی که از اینجا منتشر میشه به دستتون میرسه. اگه زنگوله کنارش هم بزنید که با یه نوتیفیکیشن کوچولو روی گوشی میتونید بهتون یادآوری میشه که بیان پیام‌ها رو ببینید. ممنون از اینکه حمایت میکنید، لایک میکنید اگه مناسب بود و کامنت برای بهتر شدن پست ها. در این ویدیو بچه ما قراره راجع به کنکتور ها صحبت کنیم، یعنی المان هایی که ما میتونیم استفاده کنیم برای اینکه یه ایده رو چیکار کنیم، به ایده دیگه وصل کنیم. پراکنده صحبت نکنیم، خیلی مهمه. اگه فکر کنید این قضیه، این چیزی که شما لازم داریم به دردتون میخوره، بنابراین ادامه این ویدیو رو ببینید. اینو بهتون بگم که این قضیه کنکتورها نه تنها به درد آزمون میخوره، بلکه اگه قرار کامپوسی امتحان بدید کلن باعث میشه شما فصیح‌تر، روانتر صحبت کنید با چند تا کلمه که باید بدونید که کجا از چه کلمه استفاده کنید، اینطوری طبیعی تر صحبت میکنید. اوکی، اونی و اون و وار اینترو ویدیو. اولین نوع از کنکتورها ادیسیون هستن، یعنی باعث توسط اون ما یه ایده رو به یه ایده دیگه اضافه میکنیم. خب میتونیم از ا استفاده کنیم، خیلی ساده، و یا دو پلوس او یا نو سولمان میز اوسی. پر اگزامپل نو سولمان سیت ان اکرو تکنولوژی میز اوسی ایل سنترس ا لا کوزین. نه تنها بلا بلا، همچنین بلا بلا. من با نو سولما یک فراز و بعد مزوسی ایده دومم رو اضافه کردم. با این عبارت تونستم یه ایده رو به ایده قبلی اضافه کنم، بگم علاوه بر این. مثل مثال دوم که از دو پلوس اس تلفظ میشه استفاده کردم. ال اپویزه، علاوه بر این دو پلوس این لوی رست بوکو چوز افر. درسته، خسته است. علاوه بر این که خسته است و داغونه، اپویزه یعنی ترو فتیگه، خیلی خسته. دو پلوس به علاوه، مور به علاوه، il lui reste beaucoup de choses à faire، یه عالمه کار مونده که انجام بده. پس این شد برای اضافه کردن یه ایده به یه دیگه. دومین نوع از کنکتوری که میخوام بهش بپردازیم، بچه این درس خیلی زیباست، خیلی کارگوش است به نظر من. از نظر من که میدونم چقدر زیبا میشه صحبت کردن تو، بنابراین این خیلی دقت کنید. متر لکسون سور این ده، با این کلمات، با این فرمول ها میتونیم تکیه، میتونیم انسیسته کنیم، میتونیم اکسان بذاریم، میتونیم فشار بذاریم روی یک ایده. چیکار کنیم؟ بولدش کنیم. میتونیم از notamment و en particulier استفاده کنیم. notamment en particulier. voyons les exemples pour clarifier le sujet. مثال ها رو ببینیم برای اینکه روشن تر بشیم. j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin en particulier les plats tout préparé. préparé avec s. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, en particulier les plats tout préparés avec S. Pourquoi? چرا یک adjectif صفت برای plat. من هر آنچه که نیاز داشتم، بزوانم بود، نیاز داشتم، خریدم. خصوصا en particulier غذاهای آماده. Les plats tout préparés. چیکار کردم؟ اومدم اکسان گذاشتم، اومدم گفتم مخصوصا en particulier les plats tout préparés. j'ai tout fait notamment les devoirs de professeur Georges. j'ai tout fait، همه کارامو کردم، خصوصا notamment یا en particulier les devoirs de professeur Georges، تکالیف پروفسور جورج. چیکار کردم؟ اکسان گذاشتم مخصوصا. خب این برای اینکه وقتی بخواین چیکار کنید، متر لکسون سور اون ایده بذارید، میخواین
بولدش کنی، پررنگش کنی. سومین نوع از کنکتور که به زودی ظاهر میشه برای اکسپریمه کردن لپوزیسیون و لغرسترکسیونه، یعنی محدودیت یا چی؟ اپوزیسیون. اپوزیسیون یعنی دو تا زاویه مخالفه هم. بیام ببینیم مثال ها رو تا کلاریفیه تر بشید، تا روشن تر بشید. Pour ça, on peut utiliser de deux mots. Cependant, néanmoins. Cependant, néanmoins. از این دو تا میتونیم استفاده کنیم برای اینکه این محدودیت یا اپوزیسیون دو تا ایده مخالف نشون بدیم. حالا میبینید توی مثال ها روشن تر میشه. Ma mère a l'air d'être en bonne santé. Néanmoins, elle manque d'énergie. مادرم سلامت به نظر میرسه، با این حال انرژی کم میاره. néanmoins علی‌رغم اینکه مامر ا لیر دتر اون بون سانته، néanmoins میخوام اپوزش رو بگم، میخوام مخالفش رو بگم، ولی با این وجود ال مانک د انرژی. il a beaucoup voyagé. Cependant, il ne sait parler aucune langue. Aucune langue. خیلی سفر کرده. با این حال، یعنی این عجیبه، با اینکه این همه سفر کرده باید بتونه یک زبانی رو صحبت کنه. Cependant, بخوام ایده مخالف رو بگم. با این وجود، il ne sait parler aucune langue. با این حال، de toute façon cependant il y en a en moi et il est خلاف اون یا علی‌رغم این، ولی این شکلی نیست. دیدید؟ cependant néanmoins. پس با این دوتا بچه‌ها حتما پاس کنید، تکرار کنید، مثال های دیگر رو ببینید و استفاده کنید، مخصوصا اگه به یک یا به دو هستید که بدون شک جزء باید هست. چهارمین بحث در کنکتورها برای انتخدویر اون کنسیکانس لوژیکه. بخواید کنسیکانس و نتیجه یه چیز رو بگید. پر کنسیکان سه پرکوا، پر کنسیکان سه پرکوا، ایل ایت انسنت پر کنسیکان ایل و میو نه پا فیمه، در نتیجه بهتره که سیگار نکشه. ایل ایت انسنت بارداره، پر کنسیکان ایل و میو بهتره که سیگار نکشه. Je vais sortir demain. C'est pourquoi. میخواد کنسیکانس رو بگه، نتیجه رو بگه. Je suis obligé de rester. نتیجه نه، در نتیجه کنسیکانس عواقبه شد. Je vais sortir demain. پس c'est pourquoi، برای همین. Je suis obligé de rester éveillé toute la nuit. بنابراین یعنی به خاطر اون در نتیجه مجبورم که بیدار بمونم تمام شب رو، چون فردا میخوام برم بیرون و باید کارمو انجام بدم. Je vais sortir demain. C'est pourquoi je suis obligé de rester éveillé toute la nuit. Éveillé avec E parce que le sujet est féminin. Pas sûr. Par conséquent, et c'est pourquoi. Cinquième type de connecteur, c'est pour affirmer une idée. Affirmer une idée. یعنی گفتن یه ایده ای در حقیقت. خب حالا بیشتر توضیح میدم. یکی آنفه هست برای این کار، یکی دایر. خب بریم. Je dors tard ce soir. En effet, je dois regarder un documentaire. Je dors tard ce soir. En effet, je dois regarder un documentaire. En effet, il y a d'ailleurs. ازشون استفاده میکنیم برای اینکه جمله قبلی رو براش چیکار کنیم؟ دیولپ کنیم، گسترشش بدیم،
ارگومانته بکنیم، استدلال بیاریم برای جمله اولیه، به عبارتی جمله دومی بعد آن فعل یا دیار با جمله اولی ارتباط مستقیم معنایی داره. یعنی قسمت دوم یه ایده جدید اضافه نمیکنه، ادیسیون نیست. میگه من امشب دیر میخوابم، چرا؟ یعنی یه جوری توش چرا هم نهفته، به عبارتی میشه بعضی وقتا با سپوخکوا هم جایگزینش کرد. ولی آنفه و دیاغ برای اینکه میخواد ایده قبلیه رو چیکار کنه، بیشتر راجبش صحبت کنه، بیشتر بیاد بر ما افیق مش کنه، بیشتر توضیح بده، بیشتر گسترشش بده. برای اینکه جدوا آنفه یعنی تازه از این گذشته، جدوا رگرده ان دوکومانتر. خب جی پا ریوسی ا لگزامان دیاغ جدوا ادمتر که جی مم پا ریوسی جو نی پا ریوسی ا لگزامان. Et d'ailleurs, je dois admettre, باید اقرار کنم که je n'ai même pas révisé. حتی مرور هم نکردم. D'ailleurs, mais c'est en effet, ببین در قسمت دوم اومده جمله قبل en effet یا d'ailleurs در اینجا اومده بیشتر راجع به اون توضیح داره، ایده جدید اضافه نکرده. تو امتحانمو که برنده درست چی میگن پاس نشدم، موفق نشدم توش. دیار از این گذشته باید بگم که دیار جدو عدم داره میده اولی چو اقومانته، باید بگم که اصلا حتی مرور نکرده. Je vais lui téléphoner. D'ailleurs, il fallait que je prenne de ses nouvelles. Je vais lui téléphoner. D'ailleurs, il fallait que je prenne de ses nouvelles. باید بهش تلفن کنم. از این گذشته خبری هم ازش نداره. یعنی میخواد چیکار کنه؟ آره اینجا هم میتونه دلیل کوز و کنسکانس، یعنی دلیل و عاقبت اون چرا این کار رو انجام میده هم هست. ولی اینجا از دیاغ بیشتر کاربردش اینه که میخواد بگه جمله اولی باشه، حالا من بعد دیاغ میخوام بیشتر اون جمله اولی که میخوام بهش تلفن کنم و بیشتر راجب اون توضیح بدم، بیشتر اونو گسترش بدم، اونو چیکار کنم بگم برای اینه این کار رو انجام میدم. دیاغ از این گذشته یا تازش هم ایلفله که باید ازش خبر بگیرم. ما در جمله دوم پس یادتون باشه در آنفه و دیاغ در جمله دوم ایده جدید اضافه نمی کنیم و ایده جمله قبلی رو بازتر می کنیم، روش صحه می زنیم. مثل جمله اول en effet je dois regarder un documentaire، که همه اینا برای افیرمه کردن یک ایده میاد، یعنی ثابت کردن، ارگومنت کردن یک ایده. en effet et d'ailleurs، پس ما یک انفورماسیون ببین on rajoute une information complémentaire mais qui vient plutôt confirmer la précédente. یعنی ما اضافه میکنیم یک انفورماسیون کامل کننده رو، اما میخواییم کنفیرمه کنیم، یعنی صحه بذاریم، بیشتر روش توضیح بدیم نسبتاً در مورد ایده قبلی. اینا رو بچه ها لطفاً چند بار بخونید، شاید نتونیم واقعاً معنی درستی تو فارسی پیدا کنیم. خب اگه پردا برن کنار میرسیم برای مثال زدن از چه کنکتورهایی میتونیم استفاده کنیم. کم سلو کدو لسپار کم اون دراغ پوره اپزه لسپری اجیته. لسپری کم به عنوان یک دراغ، یک دارو، میتونه اپزه آروم کنه روح مشوشو. مثل کم beaucoup de monde souffre de l'Alzheimer. C'est le cas de mon oncle. beaucoup de monde خیلی از آلزایمر رنج میبرن. مثل c'est le cas de mon oncle. comme mon oncle. c'est le cas de mon oncle. OK
اینم از این ویدئو. مرسی سی سا ووز اپلو. مرسی دو لایک، مرسی دو پارتاژه و مرسی دو متر دی کامنتر. ممنونم اگه مورد پسندتون بود لایک کنید و اگه هنوز سابسکرایب نکردید، برای اینکه وقتی سابسکرایب کنید ویدئوهای جدید میاد خدمتتون. هر سوالی داشتید میدونید مثل همیشه میتونید در کامنترها بپرسید. فکر میکنم که این لینک هایی که اینجا براتون میذارم شاید براتون مناسب باشه برای اینکه بتونید بهتر فرانسه رو صحبت کنید. بنابراین الی پروشن.